برای صحبت بیشتر در این باره امید فراغر روزنامه‌نگار از تهران با ما همراه هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. جناب آقای فراغت، آیا تشکل‌های صنفی مستقل کارگران توانستند خواست و مطالبات کارگران را محقق کنند؟ درود و ادب و احترام. ابتدا روز جهانی کارگر رو به همگی تبریک میگم. من دوست دارم پاسخ به این سوال رو با ذکر یک مثال بگم. همونطور که میدونید یکی از ابزارهای پیروزی انقلاب 57 اعتصاب سراسری کارگران بود. چرا اعتصاب میکردن؟ چون مخالفین اون دوره که مسئولان فعلی جمهوری اسلامی بودن میگفتن که رژیم شاه سهم مطلوب کارگران رو ادا نمیکنه و کارگران دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند. و در حقیقت مخالفان اون دوره به جنبش کارگری از بعد سیاسیش سهه گذاشتن. الان من برای پاسخ به این سوال شما میتونم بگم که برخی از زندانیان فعالین صنفی کارگران مستقل نشون میده که هنوز نتونستن به خواست و مطالبات کارگران رو محقق کنن. بله. امیدوارم که همشون هم آزاد شن. بله انشاءالله. برخی از مسئولان حکومتی در دیدار با کارگران گفتند حال خوب جامعه کارگری حال ملت را هم خوب خواهد کرد. آیا حال اقتصادی و معیشتی کارگران خوب است و به نظر شما کارگران امروز در ایران چه جایگاهی دارند؟ مسئولانی که اینطوری صحبت میکنن دقیقا میدونن که نیمی بیشتری از جمعیت امروز ایران رو کارگران و خانواده هاشون تشکیل دادن. بر همین اساس اونها رو در زبان سخن مورد کرامت و تکریم قرار میدن. اما حال معیشتی و اقتصادی کارگران ما خوب نیست. اگر بخوام بگم جایگاه کارگران در ایران چیه، ابتدا میخوام بگم جایگاه کارگر در اسلام چیه. همونطور که میدونن بینندگان، حضرت علی علیه السلام در مزارع آدمها کار میکرد و مزد دریافت میکرد. پیامبر اسلام دست کارگر رو میبوسید. امام صادق میگفت تا عرق کارگر خوش نشده باید مزدش رو پرداخت کرد. اما جایگاه کارگران در ایران با توجه به اعتراضاتی که گهگاه گوشه کنار کشور داریم میبینیم خوب نیست. و همونطور که در گزارش دوستمون فرمود خط فقر 18 تا 20 میلیون تومانه. بله. اما دریافتی حقوق کارگران خود نشون میده که وضعیت اصلا مساعد نیست. ممنونم از شما. امید فراغت، روزنامه‌نگار از تهران.